ایران برای جلوگیری از حمله اسرائیل از روسیه سیستم دفاعی موشکی S-400 دریافت کرده است. در این گزارش نگاه کردیم بعد چگونگی دسترسی ایران به S-400 روسیه. با وجود اینکه مقامات دفاعی ایران طی سالهای اخیر اعلان کردند سامانه پاور 373 از S-400 روسیه نیز پیشرفته تر است، اما رسانه های غربی از سفر شوکو به ایران تعبیر درخواست خرید سامانه S-400 از روسیه کردند. گروه های سیاسی رسانه های غربی در گزارش های اخیر خود از سفر سرگئی شوکو دبیر شورای امنیت روسیه به تهران مدعی شدند که این سفر برای تحویل سامانه های S-400 رادار و پدافند هوایی مورد درخواست ایران انجام شده است. پس از تحویل اولیه محموله سامانه دفاعی S-300 به ایران در سال 1395، گزارش های غیر رسمی متعدد مدعی درخواست ایران برای سامانه های S-400 روسیه شده بود. این گمانه‌زنی ها مدعی بودند روسیه تا کنون با تحویل این سامانه ها به ایران موافقت نکرده بود. اظهارات فرماندهان نظامی ایران در خصوص ساخت سامانه پدافند مشابه پاور 373 و مقایسه آن با S-400 این گمانه ها را تقویت می کرد. در عین حال هیچگاه سخنی از انعقاد قرارداد مشخص دفاعی میان ایران و روسیه برای خریداری سامانه‌های S-400 روسی مطرح نشده است. ایران و روسیه از سال 1386 در موضوع سامانه‌های پدافند S-300 قرارداد نظامی داشتند. این سامانه پس از 9 سال در سال 1395 به ایران تحویل داده شد. رسانه‌های آمریکایی مدعی شده بودند اسرائیل در حمله به محل نزدیکی تأسیسات اتمی نتنز و پایگاه هشتم شکاری اصفهان یکی از سامانه‌های پدافند S-300 را از بین برده است. گزارش‌های جدید تداعی کننده جایگزین سامانه‌های جدیدتر S-400 است که ضعف سامانه‌های S-300 را نیز جبران کرده است. دو مقام ایرانی به نیویورک تایم گفتند که برخی از سیستم‌ها به دنبال درخواست ایران برای تسلیحات ارائه شده زیرا اسرائیل تهدید به حمله می‌کند. نیویورک تایم در گزارش نوشته است که مقامات ایرانی میگویند روسیه تحویل تجهیزات دفاعی هوایی و رادار پیشرفته به ایران را پس از درخواست تهران از کرملین برای تسلیحات آغاز کرده است. روزنامه تایمز اسرائیل مدعی شده است در حالی که رسانه‌های محلی ایران گزارش دادند که تهران این تجهیزات را درخواست کرده است، یکی از اعضای سپاه پاسداران ایران و یک مقام دیگر در گفتگو با نیویورک تایم تاکید کردند که نه تنها این درخواست انجام شده است بلکه تحویل ها نیز آغاز شده است. در گزارش روزنامه تایمز اشاره ای نشده است که ایران چه تجهیزات از روسیه درخواست کرده یا چه تجهیزات تحویل داده شده است. ایران برخی از سامانه های دفاعی هوایی S-300 ساخت روسیه را در اختیار دارد، اگرچه مسکو تا کنون سامانه پیشرفته تر S-400 را در اختیار دارد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور جدید ایران در یک دیدار در تهران بر سرگئی شوکو دبیر شورای امنیت روسیه گفته است روسیه از جمله کشورهایی است که در شرایط سخت کنار ملت ایران ایستاده است. در این دیدار پزشکیان اعلان کرد که تهران مصمم است روابط خود را با روسیه به عنوان شریک استراتژیک خود گسترش دهد. رسانه‌های اسرائیل از گزارش نیویورک تایم به این نتیجه رسیدند که سامانه پدافند هوایی S-400 به ایران تحویل داده شده است.
شوکو قبل از اینکه در ماه می به شورای امنیت منتقل شود وزیر دفاع روسیه بود. او اخیراً در نشست تلویزیونی شبکه از بازدهای روسیه در کنار دریادار علی اکبر احمدیار فرمانده ارشد سپاه پاسداران ایران که به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران فعالیت می کند نشان داده شده است. تنش‌های در هم پیچیده این نگرانی ها را ایجاد کرده است که ممکن است جنگ در راه بیفتد. و وعده های ایران و حزب الله برای انتقام از سرورهای اخیر این نگرانی ها را بیشتر برانگیخته است. ایالات متحده و برخی از کشورهای منطقه دیوانوار تلاش می کنند تا شرایط را آرام کنند و از انفجار یک جنگ منطقه‌ای جلوگیری کنند. گزارش ها آکی از آن است که ایران این سامانه جنگی الکترونیکی دوربرد را در نقاط مختلف ایران مستقر کرده است. سیستم موربانکس بی این قوی ترین سیستم جنگی الکترونیکی در ارتش روسیه است. این می تواند سیگنال های رادیوی دشمن، جی پی اس، ارتباطات ماهواره ها و سایر سیستم های الکترونیکی را تا فاصله 5000 کیلومتر مختل و رهگیری کند. هدف اصلی این سیستم و از بین بردن سیستم های ارتباطی ماهواره‌ای فرکانسی بالا است که توسط ایالات متحده و ناتو استفاده می شود. بر علاوه می توان مهمات هوشمند و سامانه های هوایی بدون سرنشین را کور و کر کرد. سیستم S-400 روسیه یکی از پیشرفته ترین فدافند هوایی روسیه است که می تواند ایران را برای جلوگیری از حمله احتمالی اسرائیل کمک بیشتری نماید. حالا معلوم نیست ایران این سیستم را از روسیه دریافت کرده است یا خیر. تشکر که از اینکه بیننده گزارش از چینل یوتیوب ما بودید. دیدگاه و نظریاتتان را بر ما و دیگران در کامنت بنویسید.